منابع خبری روز چهارشنبه اعلام کردند که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران که نتیجه تست ابتلایش به بیماری کرونا مثبت اعلام شده تحت درمان قرار گرفته است. پس از مشاهده علائم اول ابتلای اسحاق جهانگیری به بیماری و مثبت شدن نتیجه تست کرونا، اکنون او تحت نظر یک تیم پزشکی متخصص در خانه خودش قرنطینه و تحت درمان قرار گرفته است. طبق این گزارش، اسحاق جهانگیری جمعه عصر و پس از پایان پنجمین جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا در وزارت بهداشت به منزلش منتقل شده و به همراه خانوادهش قرنطینه شده است. گفته شده که در جلسه این ستاد که به ریاستی جهانگیری برگزار شد، وزرای علوم، بهداشت، دفاع، ارتباطات، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، گردشگری و صنایع دستی و سخنگوی دولت، رئیس سازمان حج و زیارت، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، رئیس اداره بهداشت و درمان، ستاد کل نیروهای مسلح، تعدادی از فرماندهان نظامی و انتظامی شهر تهران و جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت حضور داشتند. در پایان جلسه جهانگیری دستور داده است به جز چند نفر از جمله وزیر بهداشت، بقیه حاضران جلسه را ترک کنند. بعد از مدتی جهانگیری از همین جلسه چند نفر خارج شده و به منزلش می رود و از آن لحظه در قرنطینه و تحت مراقبت است. طبق این منبع از 6 نفر دیگر از اعضای هیئت دولت هم که نشانهای ابتلا به کرونا را نشان دادند تست گرفته شده است، اما هنوز مشخص نیست این 6 عضو کابینه هم به ویروس کرونا مبتلا شدند یا خیر. این منبع مطلع به ایران وایر میگوید مقامات برای اینکه بتواند خبر ابتلای جهانگیری به ویروس کرونا را از افکار عمومی و رسانه ها مخفی کنند، او را به بیمارستان منتقل نمی کنند و یک تیم مجهز پزشکی در خانه جهانگیری مستقر شده است. به نظر می رسد مخفی نگه داشتن خبر ابتلای معاون رئیس جمهور ایران به ویروس کرونا ناشی از این نگرانی باشد که آگاهی افکار عمومی به این خبر به این باور مردم دامن میزند که حکومت ناکارآمدتر و ناتوانتر از آن است که بتواند بحران کرونا را مدیریت کند.